امضای قرارداد صلح بین آمریکا و طالبان، آیا صلح آنها قابل ترجمه به صلح واقعی در افغانستان هست یا آمریکا فقط نیروهای خودش را برداشته و از مهلکه به در می‌برد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. هنوز 2 روز از پیمان صلح بین آمریکا و طالبان نگذشته، طالبان اعلام کردند که دوره کاهش خشونت ها پایان یافته و حالا آنها حمله به اهداف دولت افغانستان را آغاز می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها به بی بی سی گفت بر اساس توافقنامه این گروه با آمریکایی ها به سربازان خارجی حمله نخواهد شد، گرچه که از جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو نقل شده که طالبان باید سطح خشونت ها را پایین نگه دارند. همزمان از دیشب تا کنون طالبان در 11 ولایت مختلف حملاتی انجام دادند. درباره این روند صلح و مذاکرات و توافقات بین آمریکا و طالبان نگرانی‌های جدی مطرح شده که در این برنامه قصد داریم بخش‌های عمده‌ای از آنها را طرح کنیم. مهمترین نشان این که نقش دولت افغانستان در این مذاکرات تا کجا دیده شده، سطح پایین خشونت‌ها اصلاً چقدر است، توافق صلح بین طالبان و آمریکا یا قابل گسترش به صلح بین‌الافغانی هست یا نه. سه میهمان دعوت کرده ایم. از کابل محمد آصف رحیمی، فعال سیاسی و وزیر پیشین کشاورزی. امین الله حبیبی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان، باز هم از کابل. و ولی آری آتلگر، مسائل سیاسی افغانستان، از نورثهمپتون بریتانیا با ما. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای رحیمی، از شما میپرسم، آیا به نظر شما این خیلی عجیب نیستش که آمریکا وزنی به اندازه یک دولت به طالبان داده، با اونها وارد مذاکره میشه بدون اینکه اصلا نقشی برای دولت افغانستان قائل باشن؟ خب تشکر از شما. اصلا مذاکرات که خوب بود در طول 18 ماهی گذشته با امریکایی‌ها و طالبان میان خودشان مذاکرات بیشتر داشتن، گرچه دولت افغانستان همیشه در جریان قرار میگرفت و نظریات حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان همیشه مد نظر بوده، اما در اصل به خاطر خروج قوای خارجی از افغانستان یا قوای آمریکایی از افغانستان و همچنان مسائل از این که طالبان دیگه خطری برای جهان و برای آمریکا خصوصا نباشه، اصل موضوع روی ازی بود. و اگر شما روی امو موافقتنامه هم ببینین، در امو موضوعات اهمش روی امی است، تا ای که موضوع صلح با افغانها، صلح با حکومت افغانستان واتش بس باشه. یعنی آمریکا فکر خودش بوده در این میانه، نه اینکه بخواد مسائل افغانستان رو حل بکنه، میخواد خودش رو از مهلکه به در ببره. اگر شما خود متن موافقتنامه رو دقیقا مطالعه کنین، فقط همین دو موضوع در نظر بوده که امریکایی‌ها قوتهای خودشان در ظرف 14 ماه اگر طالبان شرایطی قرارداد عمل کنن، اونا بیرون میکنن و طالبان تعهد میسپارن که روابطشان با گروه های تروریستی قطع کنن و خطر برای آمریکا و متحدینش نباشه. آقای حبیبی، فکر میکنید که میشه روی این توافق به نوعی حساب باز کرد، برای اینکه بخشی از اون این هستش که توافقات بین الافغانی هم در ادامهش وارد بشه، با شرایطی که الان میبینیم، با اینکه طالبان گفتن که ما خشونت رو کم میکنیم، با آمریکایی حمله نمیکنیم ولی به افغان ها میکنیم، آیا میشه امیدی داشت؟ میبینید مسئله اساسی این است که قطار صلح حرکت کرده و اینکه ما شرایط بر وفق مراد ما هست یا نیست، این را میگذاریم به کنار. آنچه که هست این که یک پروسه آغاز شده، پروسه از یک سال و نیم قبل از سوی ایالات متحده آمریکا و بر مبنای اولویت دولت آقای ترامپ آغاز شده که یک از وعده‌های انتخاباتیش بود که نیروهای ایالات متحده آمریکا را از افغانستان عرض کنم که خارج کنند. بنابراین این پروسه آغاز شد و منتهی شد به این توافق که میان طرفین امضا شد. محتوایی که در این توافق هست در این شکی نیست که بیشتر متوجه مسائل است که بین ایالات متحده آمریکا، منافع ایالات متحده آمریکا و طالبان هست. ولی همزمان با همین توافق نامه شما یک اعلامیه را می‌بینیم که در کابل
منتشر میشه. متن اون اعلامیه یک کمی متفاوت تر است و شما اگر چند تا از این تحولاتی که در همون روز پیش آمد در 29 فوریه اینا را شما کنار هم بگذاریم، میبینیم که خیلی همه با هم آنقدر منطبق نیستند. در سخنرانی که آقای پومپئو داشت در دوحا به کرات به منافع آمریکا اشاره میشه، ولی به دستاوردهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم اشاره میشه و رفتن دختران 39% دختران افغانستان در مکاتب که عرض کنم یا در مدارس یا آموزشگاه ها به اینها اشاره میشه، دستاوردهای اشاره میشه و اینکه افغانستان حالا افغانستان 2001 نیست، ولی اینا رو در توافقنامه شما نمیبینین و من فکر میکنم که ملغمه از خواسته هایی است در اینجا و مسئله اساسی این است که چون که گفتم این قطار حرکت کردن، آیا ما آماده هستیم یا نه؟ بحران سیاسی که در داخل افغانستان هست، در کابل هست، متاسفانه یک مقدار ما را با این چالش مواجه کرده که ما احتمال داره ما آماده نباشیم. جالب هست این بحث، ما بهش برمیگردیم، اما من میخوام روی این دستاوردهای آمریکا در افغانستان بیشتر تاکید بکنیم. آقای آریا، دستاورد آمریکا در افغانستان چه بوده؟ الان دولت آمریکا اومده میگه طالبان در خارج از خاک افغانستان برای آمریکا خیلی ظاهرا مشکلی نبوده و من خواد توی خاک افغانستان هم مشکلی نباشه. از طالبان به نوعی داره گارانتی و ضمانت میگیره که با گروه‌های دیگر، مثلا اگر داعش خواست منافع آمریکا را به خطر بندازه، طالبان نگذارن. واقعا همین‌ها هست، اینها کافی هست برای آمریکا 20 سال لشکرکشی به یک کشوری در اون سر دنیا؟ نه خیر، ببینید، دستاوردهایی که در افغانستان در طول 20 سال گذشته صورت گرفته، دستاوردهای یک کشور خاصی نبوده، طبیعتاً هماهنگ بوده. این دستاوردها دستاوردهای جامعه جهانی به طور کلی و مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان بوده که عبارت است خود نظام جمهوری، حقوق شهروندی، ارزش‌های دموکراتیک، نهادهای مدنی و عمدتر از همه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. و اگر در نیمه پروسه صلح که تا فعلا صورت گرفته بین آمریکا و طالبان روی اینها زیاد تاکید میشد، خب از نظر عرف دیپلماتیک و اصول روابط بین الملل هم به نظر من کار نامناسبی می بود. اینها گذاشته شده به مرحله دوم پروسه که عبارت خواهد بود از مذاکرات بین الافغانی. ولی آقای آریا، مسئله چون آقای امینی هم اشاره کردم، این بخشی از این دستاوردها مثلا حضور زنان و دختران در مکاتب و حضور پررنگی که میدونیم زنان افغان در عرصه‌های مختلف پیدا کردن، درست هم هست، اما همین امروز، همین حالا ما یک نفر، یک خانومی رو برای برنامه امروز دعوت کرده بودیم، ایشون دیشب تهدید دریافت کرده از طالبان و حاضر نشد در این بحث شرکت بکنه. یعنی شما میبینید که این مسئله بسیار مسئله جدی هست برای زنان افغانستان، بسیار مسئله جدی هست برای کسانی که امیدوار هستند به آینده روشن‌تر برای افغانستان. نگران نیستید که همه اون تلاش 20 ساله به عقب برگرده؟ چرا نگرانی ها وجود داره؟ شما ببینید، برداشت‌ها و تحلیل‌های غیر واقع بینانه زیاده صورت گرفته از موافقتنامه صلح که تا فعلا امضا شده بین آمریکا و طالبان. از جمله این تحلیل خیلی بدبینانه که قرار این موافقتنامه باعث بشه که تمام دستاوردهای دو دهه گذشته از دست بره و طالبان مجدداً بر تمام افغانستان حاکم بشن، و یا در طرف دیگه باز این تحلیل خیلی خوشبینانه که ممکنه طالبان بیان سلاح‌های خود را به زمین بگذارن و بخشی از پروسه سیاسی بشن، که این هر دو به نظر من شاید بشه حالت بینابین را اگر ما در نظر بگیریم واقع بینانه تر باشه. ما اگر نگاه بکنیم، چهار مانع عمده بر سر راه صلح در افغانستان وجود داره. اولا ایدئولوژی تمامیت خواهانه طالبان است که مبتنی بر استبداد مذهبیشان است و کمتر از تمامیت و کنترل بر تمام افغانستان چیزی را نمیخواهند. و دوم، قومی شدن سیاست و سیاسی شدن قومیت در افغانستان است. سوم، مسئله فساد گسترده اداری، مالی و سیاسی است. و چهارم، مسئله مداخلات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان است. اگر
سیاسیون افغانستان، نیروهای سیاسی افغانستان، نیروهای جمهوریت خواه افغانستان که در واقع طرف مخالف طالبانن، اگر اینا واقعاً بیان دور یک محور مشترک عبارت است از عنوان مثال خط قرمز جمهوریت و حقوق شهروندی و ارزش‌های دموکراتیک و حفظ نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان جمع بشن و در ارتباط با فساد گستردن واقعا مبارزه جدی انجام بدن، دو مانع دیگر که عبارت است از ایدئولوژی تمامیت‌خانه طالبان و مداخلات پاکستان جلوش به اندازه تا اندازه خیلی زیاد گرفته خواهد شد. صحیح. ولی ما تا فعلا خب متاسفانه شاهد این قضیه بودیم که جناح جمهوریت خواه تمام نیروهای جمهوریت خواه فعلا دچار بحرانن، من جمله بحران سیاسی اخیر انتخابات و طالبان به هر حال تا فعلا هیچ نوع نشانه عمده از اینکه تعدیل تغییر صورت گرفته باشه در آن ایدئولوژی تمامیت خانهشان ما شاهدش نبودیم، ولی به این معنی نیست که ما نباید شانس و فرصت و مجال بدهیم به این پروسه. به نظر میاد که آقایون همگی به خوشبین هستید به اتفاقی که روز 29 فوریه افتاده و در واقع پیمانی که بین آمریکا و طالبان بسته شده، اما مسئله‌ای که اشاره کردید هم آقای حبیبی اشاره کردن هم آقای آریا در مورد در واقع خواست سیاسیون افغانستان، به نظر مسئله بسیار جدی میاد. سیاسیون افغانستان هر بار بعد از هر انتخابات مدت‌ها طول می‌کشه تا بتونن با همدیگه سر نتایج انتخابات به نقطه مشترک برسن، مدت ها طول میکشه تا بتونن سر تشکیل دولت به نتیجه برسن. آقای رحیمی نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنید الان در شرایطی که به هر حال کشور شرایط بسیار بحرانی داره و مسئله امنیت مسئله بسیار جدی هست، آیا سیاسیون آماده هستن که اختلاف نظراتشون رو کنار بگذارن و بتونن یک جبهه مستقل و متشکل مقابل طالبان از خودشون نشون بدن؟ ما پیش از اینکه به این سوال شما بپردازم، ما خودم شخصا البته موافق به این نیستم که بگوییم طالبا تغییر کردن و طالبا آل دموکرات شدن و تمام ارزش هایی را که ما در طول دو دهه گذشته در افغانستان پیاده کردیم اینا را همه را قبول دارن و من بسیار صلح‌آمیز با مردم افغانستان در آزادی و در آرامی و در رفاه زندگی میکنن، این البته بسیار خوشبینانه خواهد بود. اما به هر صورت مسئله انتخابات میگذاریم به کنار، اما در مسئله صلح اکثریت سیاسیون افغانستان و سیاسیونی که در داخل حکومت افغانستان فعلا هستند و در حکومت شریک هستند، اینا در ارزش های کلی با هم موافق هستند. همه ایشان نظام جمهوری اسلامی افغانستان رو میخوان، همه ایشان از آزادی ها دفاع میکنن، آزادی رسانه ها، حقوق بشر، حقوق زن ها، تعلیم و تربیه، حق کار و امنیت برای مردم افغانستان، اینا چیزایی هستند که انتخابات، قانون اساسی، همه چیزا با هم موافق هستند و ما مشکل نمیبینیم که اینا روی همی پلتفرم با هم جمع شوند و بالاخره یک صف مشترکی را به خاطر مذاکرات بین الافغانی با هم یک جا بنشینند و از این ارزش ها در میز مذاکره با طالبان دفاع کنند. امیدوار هستیم که بحران انتخاباتی که فعلا در کشور است تا یک هفته آینده انشالله به سر برسه و ما یک جبهه متحدی از تمام سیاسیون و کسانی که در تشکیل نظام شریک بودن و بنیانگذارهای از این نظام فعلی افغانستان هستند با هم بتانن روی میز مذاکره با طالبان شریک باشن. آقای حبیبی، آیا شما موافقید با اینکه اونها میتونن اختلافاتشون رو کنار بگذارن؟ من نمیدانم، ولی امیدوار هستم. ببینید، شما اشاره کردین که همه خوشبینی را در اینجا مطرح کردیم. من حداقل خوشبینی من محتاطانه است و عرض کنم که شما اگر بحثایی را که بعد از این امضای این توافقنامه در کابل بوده و در فضای اجتماعی همه جا نوعی از بیم و خوشبینی هست، بیم از این که تجارب گذشته تکرار نشه، خوشبینی در این که این فرصتی است که باید از این فرصت ما استفاده بکنیم، برای اینکه ما نمیدانیم، یعنی وضعیت جهان به یک شکلی است که تحولاتی به شکل پیش میره که ما ناگزیر از این فرصت ها استفاده کنیم، چون ممکن است که شرایط مناسب تری نباشه. صحبتی که آقای ترامپ داشتن در دیروز پریروز، گفتن که ما خیلی در اونجا 20 سال تقریبا دو دهه جنگیدیم و حالا به کشورهای منطقه است که باید با تروریسم مبارزه کنند، دیگه وظیفه ما نیست. یعنی به عبارت دیگر
به یک شکلی انگار که دوستان ما میخواین که مدیریت بحران در افغانستان به کشورهای منطقه بسپارن و این برای ما میتونه خطرناک باشه و کوشش کنیم که از این فرصتی که پیش آمده از این فرصت استفاده بکنیم. درست است که در یک سال و نیم گذشته طالبان چانه زدن با ایالات متحده آمریکا، بعضی از خواسته های خودشان را در این توافقنامه گنجاندن، ولی هنوز پروسه خلاص نشده، پروسه تمام نشده، پروسه تازه بحث بین الافغانی شروع میشه و به همون شکلی که طالبان روی خواسته های خودشان ایستاد شدن، در اینجا هم به نظر من باید دولت و سیاسیون افغانستان جمع شوند و کسانی که خبره باشند، هم دانش جهانی رو داشته باشند، هم عرض کنم که تجربه داشته باشند و هم کسانی باشند که بر ارزش‌های دموکراتیک، ارزش‌های جمهوریت و ارزش‌هایی که در اون همه، البته در این وقتی جمهوریت میگیم آقای حیبی، آیا فکر نمی‌کنید که مسئله اصلی این هستش که آمریکا الان، آقای ترامپ از روز اول هم که به قدرت رسید، اصلا از دوره‌ای که در انتخابات می‌خواست رأی بیاره گفت که میخواد نیروهای آمریکایی رو به کشور برگردونه. الان همون چیزی که میخواسته در این پیمان صلح به هر حال در نظر گرفته شده. بخش از نیروهای آمریکایی برمیگردن، 5000 نفر، 8000 نفر دیگر رو هم دارن برنامه‌ریزی میکنن برای آینده که برگردن. فکر میکنید که برای او فرق میکنه این که چه کشوری حالا بیاد، مثلا پاکستان بیاد، ایران بیاد، بقیه بیان در افغانستان چه بکنن؟ او الان مسئله اصلیش چیز دیگری است، اینطور نیست؟ ببینید، آمریکا به نظر من با اینکه آقای ترامپ بسیار سریع نظریات خودشان رو گفتن که نیروها رو میخواین از اینجا بکشن بیرون، البته در بعض مواقع گفتن که میخواین در اینجا حضور هم داشته باشن، در هند مثلا گفتن که میخواین حضوری عرض کنم که در افغانستان داشته باشن، منطقه را باید زیر نظر داشته باشن، ولی شناخت من از آمریکا، شناخت من از بخش های دولت در ایالات متحده آمریکا این است که بسیار متفاوت هستند. بعضی از بخش ها بسیار متفاوت فکر می کنند و خیلی وقت هم اهداف خودشان را به شکلی وارد سیستم می کنند، اجازه نمی دهند که یک نفر که اون رئیس جمهور باشه کاملا تصمیمات را بگیرد. من فکر می کنم که کماکان این که گفته میشه در 14 ماه گذشته و بعد ذکر میشه که مبتنی بر شرایط است این خروج، آیا این توافق نامه از سوی طالبان به صورت 100% اجرا خواهد شد یا نه و بعدا نیروها افغانستان را ترک خواهند کرد، من فکر میکنم در این فرصتی که این 8600 نفری که میمانند، این 8600 نفر هیچ تضمینی نیست که در اون زمان از افغانستان را ترک بکنند و خیلی از بنیادهای به خصوص بنیادهای نظامی در ایالات متحده آمریکا مقاومت خواهند کرد که به این زودی افغانستان را ترک بکنند. آیا یا بحث دیگری که مطرح شده این هستش که آیا کمک های آمریکا و کمک های ائتلاف بعد از خروج نیروهای ائتلاف باقی خواهد ماند یا نه؟ این بسیاری نگرانند که این کمک ها قطع بشه. نه خیر، ما حتی فرض رو اگر بر این بگذاریم که تمام سربازان نیروهای ائتلاف افغانستان را ترک بکنن، باز هم کمک های مالی، کمک های توسعه‌ای، سیاسی، دیپلماتیک به دولت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. ما در بخش مالی به خصوص کمک های که به بخش امنیتی و دفاعی قرار است انجام بشه که در این سال هم ادامه داشته، این قرار است تا 2024 حداقل ادامه پیدا بکنه و در همین جلسه اخیر وزرای دفاع ناتو هم روش تاکید شد و بعد از اون هم حتی تاکید شد که این به هر حال با نظام آینده و بعدی افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد این کمک ها. و ایالات متحده و ائتلاف تنها حضور نظامی به هر حال در افغانستان ندارن، اینا از تمام ابزار قدرت ملیشان، از ابزار قدرت ملی استخباراتیشان، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک هم استفاده میکنن و در این بخش های مختلف قرار است که به هر حال کمک ها ادامه پیدا بکنه، ولی به این معنا نیست که قطع نظر از این که در بین نیروهای سیاسی افغانستان چه نوع روابطی وجود خواهد داشت این کمک ها به طور تضمین شده ادامه پیدا خواهد کرد. نه خیر، اگر قرار است که اختلافات خصمانه که فعلا وجود داره بین این نیروهای سیاسی ادامه پیدا بکنه و فساد جلوش گرفته نشه، به هر حال کمک های مالی و اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک هم به جای خواهد رسید که باعث خستگی جامعه جهانی خواهد شد و آن هم قطع خواهد شد. بنابراین باز هم برمیگردیم به همین نکته که آیا نیروهای سیاسی جمهوریت خواه حاضر هستند که از خودگذری بکنن و به خاطر منافع ملی و دستاوردهای 18 سال گذشته کنار هم بیایند
یا خیر. برای من جالب است که همه آقایون روی این نکته تاکید میکنید ولی همه فقط میگید آیا اونها امیدوار هستن، آیا اونها حاضر هستن، گروه های سیاسی جمهوری خواه آیا حاضر هستن این کارو بکنن یا نه. آقای رحیمی متوجه هستیم که اگر که قرار بشه گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیره همه این گروه ها به نوعی باید بیان و نقش داشته باشن و به طالبان هم به عنوان یک گروه سیاسی نگاه بشه که بیاد در این مذاکرات و بتونه نقش ایفا بکنه. واقعا چقدر شما به عنوان یک فردی که نه تنها فعال سیاسی هستید، شما والی بودید، شما وزیر بودید، چقدر امیدوار هستید به این که این اتفاق بیفته؟ خب افغانستان نیاز بسیار شدید به صلح داره، این همه میفهمیم. جنگی که 40 سال قریب بیشتر یا کمتر 40 سال است که مردم افغانستان رنج میبره، این همه سیاستمدارای افغانستان، همه نسل های افغانستان، چی جوان هاست، چی سال خورده هاست در کشور، چی مرد هاست، چی زن ها، همه درک میکنن که افغانستان اولویت اوندهش صلح هست. لحاظا به خاطر صلح ما فکر میکنیم که اختلاف زیاد میان سیاسیون و جمعیت خواهای افغانستان نیست در مجموع. ای کاش این سال انتخابات نمی بود که متاسفانه هم مسئله پروسه صلح و هم مسئله انتخابات با هم در یک سال واقع شد. واضح است که در انتخابات کشمکش های سیاسی طبیعی است که به وجود می آید. امیدوار هستیم ما که مسئله انتخابات یک طرف شود، طوری که قبلا گفتم که در یک هفته دیگه ما بتانیم یک صف واحد را سیاسیون افغانستان و حکومت افغانستان ایجاد کنیم. مهمترین مسئله در این است که این مذاکرات بین الافغانی باید تحت اشراف جمهوری اسلامی افغانستان باشه، حکومت افغانستان در رأس قرار داشته باشه و تمام اهل خبره کشور، کسانی که تجربه جهان دارن و تجربه افغانستان دارن، اینا با در میز مذاکره به یک تیم واحد با نظر واحد با اجندای مشخص فکر میکنید این اتفاق بیفته آقای رحیمی؟ با توجه به اینکه همه همکاران ما در قطر با آقای استانکزر صحبت کردن، او گفته بود که ما کماکان دولت کابل رو به رسمیت نمیشناسیم، حکومت کابل رو به رسمیت نمیشناسیم. از طرف دیگه گفتن که ما باز هم حمله میکنیم به نیروهای دولت افغانستان. چطور ممکنه اصلا؟ طالبان ایده دیگه توجیه کردنش برای طالبان بسیار سخت خواهد بود که اینا بگویند که ما سر خارجی ها در افغانستان حمله نمی کنیم، اما عساکر افغان هموطنهای خودشان اینا بکشن و به قتل برسانن. قماندانهای خودشان در افغانستان شاید که در این موضوع بسیار متوجه شوند که خب اگر ما جنگ خود توجیه میکردیم به اینکه قوای خارجی در افغانستان است، آل خب پیمان صلح امضا کردیم با خارجی ها، چطور اینو توجیه کنن؟ این برایشان مشکل تمام میشه، علاوه که دیروز اعلامیه هم دادن و امروز حملات را آغاز کردن. ما خوشبین هستم به اینکه دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان اینا با هم به یک صف واحد قرار بگیرن در موضوع صلح و مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. خب طالبان خطال این کار کردن، اما این کارشان فکر نکنم که دوام کرده بتانه، به خاطر اینکه بالاخره با کی صلح میکنن. این پیمان صلح و توافقنامه صلح بین الافغانی بالاخره باید امضا شود از طرف و یکی امضا میکنه. امروز مسئله محبوسین است که شما میبینید، میگه زندانیا باید رها شوید، کی رها میکنه؟ خب دولت افغانستان باید شریک باشه و در رأس قرار داشته باشه. خیر غیر عملی سانچه که طالبان پیش شرط میگذارن و پیش شرطشان قابل قبول نیست. و آقای حبیبی فکر میکنید که اگر که شاید به همین شکل پیش بره، یعنی طالبان بگن ما با حکومت افغانستان گفتگویی نداریم، آیا آمریکا هیچ اهرمی در این مذاکرات داره که اونها رو بخواد مجبور بکنه؟ آیا اصلا چنین خواستی داره؟ اگه کوتاه بگید. ببینید مثلا این که طالبان با حکومت افغانستان بنشینن و صحبت بکنن جزء توافقنامه است. در توافقنامه گفته میشه که ببخشید که طالبان باید بشینن با حکومت افغانستان مذاکره بکنن، منتها این تیمی که ساخته میشد اینجا از داخل افغانستان تحت نظارت حکومت افغانستان بنشینن و با این هیئت صحبت بکنن. در هر صورت این جزء از توافق است و احتمالاً همون چون که گفتم وقتی طالبان به خواستهای خودشان در توافق نامه رسیدن، این طرف هم اگر احیاناً طالبان حاضر نباشن میتونن دولت افغانستان و هیئت افغانستان از اهرم جامعه بین المللی و ایالات متحده آمریکا استفاده بکنن تا فشار بیارن بر طالبان که وارد مذاکره شوند. به هر حال این مذاکرات باید صورت بگیرد. منتها یک چالش هایی را که متاسفانه در داخل افغانستان است به دلیل این بحران سیاسی که هست، اینها ممکن است که مشکل ایجاد بکند و
کسانی هستن در داخل به هر حال بعض حلقات سیاسی هستن که تحت فشار حلقات بیرونی ممکن است به سرعت مسیر خود را تغییر بدن و اینا خطری است برای اینکه ما یک هیئت منسجم مذاکره کننده برای خواستهای مردم افغانستان و ملت افغانستان نداشته باشیم. بنابراین این چالش هاست که چگونه ما از این عبور میکنیم. امروز آقای رئیس جمهور غنی در صحبتی که در ننگرهار داشتن گفتن که مسئله انتخابات تمام است و طرحشان برای اینکه در 5 سال آینده در حکومت باشن و اینکه اگر طالبان وارد صلح میشن باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرن. به هر حال کسانی هستن که در اینجا سفت و محکم ایستاده شدن روی اینکه روی خواستهای خودشان و این چگونه این را مدیریت میشه که تا پل ایجاد شود که این مذاکرات صورت بگیره. متشکرم از هر سه شما آقایون، آقای آریا، آقای حبیبی و آقای رحیمی. متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. شب روزتون خوش.